خب شعر تازه چی گفتین؟ تازه یه دونه که چند روز پیش درباره کرونا شعر گفته بودم، یکی هم که اخیراً شروع کردم یه دو بیتی که هنوز ادامهش ندادم، گذاشتمش کنار. چقدرش رفتید؟ یه اولش اینطوری شروع میشه که متولد سال حسرت و 64، متولد یک قرن به غایت بیمار، من به نزدیکی انقراض خود مشکوکم و به باشندگی بعد تناسخ هر بار. انقدرش رو گفتم و چون احساس کردم که خیلی حرفای زیادی برای گفتن دارم، از ترس گذاشتمش کنار، ادامش ندادم. ولی حالا به من بگین که توی این شرایطی که هست الان با فضایی که کرونا برای ما فراهم کرده، شما اصولا این ویروس رو چی میبینید؟ من این ویروس رو یه تعریف ساده ای از این دارم و اونم اینه که من معتقدم این پیامبر روشنی در لباس تاریکی و سیاهیه. ظاهرش خیلی تلخه، روزای خیلی خیلی سختیه، اما خیلی پیامای روشنی داره. احساس میکنم که همه کارهایی که به خودمون بدهکار بودیم و انجام نمیدادیم، همه اون خلوتی که باید با خودمون میکردیم، یک کسی باید میومد یقه ما رو میگرفت، از ازدحام زندگی اجتماعی ما رو میکشید بیرون، میذاشت کنجه اتاقی گوشه ای در رومون میبست و به همون میگفت به خودت فرصت بده، یه نفس عمیق بکش، ببین چی کار قراره بکنی، چی کار میخواستی انجام بدی و انقدر اون کارا رو به عقب ننداز. یا حتی شاید بشینیم فکر کنیم ببینیم که اصلا داریم درست میریم یا چه چیزایی رو میخوایم تغییر بدیم. من تو کرونا در خودم خیلی تغییرات زیادی دیدم. اصلا تو کرونا، تو دوران کرونا اصلا زنده شدم. همه فکر میکنن که تو دوران کرونا تنها تر شدیم، ولی یه خود شرایطمون با هم مساوی تر شد. قبلا یه عده تنها بودیم، یه عده در جمع، حالا همه یک جایی و برای پیدا کردن هم فقط سوشیال مدیا رو داریم. من یه خود از تنهایی سابقم کاسته شده و احساس میکنم که بیشتر هستم با بقیه. خب خوبه دیگه، همون تعبیر همون بیت باور نکردنی رودکیست، با صد هزاران مردم تنهایی، بی صد هزاران مردم تنهایی. این اتفاق عجیب نیست اگر یک کسایی میبرن، بورینگ میشه براشون. شما بهش بر نخوردید؟ نه نه، ما به مرض لاعلاج امید دوچاریم. خب این مرض لاعلاج در حقیقت خودش درمانه. خب هنوز درمان نکرده، ولی ما هنوز به درمان امید هم امیدواریم. من هنوز متحیرم که این پیشینیان ما وقتی که میرسیدن به دردهای بزرگ بدون اینکه این وسایل ارتباط امروز باشه، چطوری میتونستن خودشون نگه دارن توی چارچوب ذهنی اینقدر متعالی مثل حافظ، مثل سعدی بیشتر. واقعا خب آخه این که میگن شاعران پیامبرن، به حال درسته دیگه. از ابزار مهم پیام‌آوری کلامه که شاعران به بهترین شکل اونو دارن و اونایی که پیام‌آور روشنایی بودن، در واقع پیامبران روشنایی‌ان، قرن‌ها بعد هم اون انرژی روشنایی بخششون با کلامشون همراهی میکنن. براتون آرزو میکنم که همچنان با این دل امیدوار بمونید و از این درد به درمان برسیم. واقعا از کرونا به پسا کرونا برسیم. آره. آخرین شعر رو از سفس دارید برامون بخونی؟ غم نهادی نمی شود وقتی گورها جای کافه ها پر شد، وقتی از انتشار تاریکی نور ماهی و دست منصور شد، وقتی از کوچه های بی لبخند شیطنت های کودکان پربست، هر کس از زندگی مجالی یار، کار و بار و حسابش آجر شد، روزگار انتقام سختی خواست از بشر با تمام ابزارش، وقتی روی زمین بخشنده قارت زندگی تفاخر شد، صف به صف مرده های ناخوانده، خط به خط دردهای بیمرهم، زندگی بعد از این تراوش مرگ، زیستن نه که یک تظاهر شد.